یک گزارش تحقیقی گاردین نشان میدهد که ثروتمندان جهان به اندازه بسیاری از مردم فقیر دیوکسید کربن تولید میکنند. جامعه ترین مطالعه درباره نابرابری آب و هوای جهانی که تاکنون انجام شده است نشان میدهد که این گروه پولدار متشکل از 77 میلیون نفر از جمله میلیاردرها، میلیونرها و افرادی که بیش از 140 هزار دلار آمریکایی در سال مالیات پرداخت می‌کنند، 16 درصد از کل انتشار کربن در سال 2019 را به خود اختصاص دادند. بر اساس این گزارش این میزان انتشار کربن به اندازه ای است که باعث مرگ بیش از یک میلیون نفر در اثر گرما می شود. در شش ماه گذشته گاردیان با آکسفام مؤسسه محیط زیست استکهلم و سایر کارشناسان به صورت انحصاری کار کرده است تا تحقیقات ویژه‌ای به نام شکاف بزرگ کربن تهیه کند. این گزارش به بررسی علل و پیامدهای نابرابری کربن و تاثیر نامتناسب افراد فوقالعاده ثروتمند میپردازد که نخبگان آلاینده نامیده میشوند این در حالی است که عدالت اقلیمی در دستور کار اجلاس آب و هوایی کاپ 28 سازمان ملل در امارات متحده عربی قرار دارد گزارش آکس فام نشان میدهد که در حالی که یک درصد ثروتمندان افراد ببخشید که در حالی که یک درصد ثروتمندترین افراد به زندگی دشمن محیط زیست تمایل دارند انتشار گازهای گلخانه یا آنها باعث بروز رنجهای عظیم برای دیگران شده است بنابر این گزارش میزان دیوکسید کربنی که این اقلیت تولید می کند برای ایجاد گرمای لازم به منظور مرگ یک تا سه میلیون نفر در سالهای آینده کافی است